بیبی سوراخ یوسوفا کلینش را برای تولد کردن آورده است. میگوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چیکار خواهند کرد. ما واقعا این دیوانه‌ها ده این مریض‌ها ده من حرف ندارم. زمستان می‌شود، برف می‌بارد، بعد خنک می‌شود، بعد این دیوانه‌ها می‌برند میگم تعمیر میکنیم. ای بزدموسو تعمیر در ماه گرمی میکنن، در تابستان تعمیر میکنن که تا زمستان به این مشکلات دچار نشوند. شما متخصص نیستین، شما کادر نیستین. شما اگر همین حادثه به خدا قسم در کشورهای اروپایی صورت بگیره که کشوری که خودش نان خورده نداشته باشه برای همسایه نان میته، باور که مردم این پاره پاره میکنه او راهبره. خب دوستان عزیز، مسئله بی‌برقی رحمانوف یادم است که وقتی که نمیدونم 2015 16 تقریبا فراموش کردم 2018 16 همی نویبر وقتی که رحمانوف با اگریگت یکمی راغون رو با کار می دارد و در همونجا برای مردم یک دنیای دیگر می سازه، همچون یک پریزیدنت با مردم وعده می دهد که از این بعد دیگر تاجیکستان یک بهشتی روی زمین می شود، مثل افسانه می شود، روشن میشه قوای برق. ولی ما میریم داخل رسانه ها و نظر میکنیم که اون وعده هایی که رسو 3 سال پیش داده بود کجا شد؟ باز فریب، باز دروغ، باز شیطانی و چی است؟ مرحمت. دو روز به این طرف قوای برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوف ناحیه واسه خاموش کرده می شود. با این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران می گویند تلاش می کنند که پیش از رفتن برق خود را به پلته های سرد بیمارستان رسانند. بیبی سوراخ یوسوفا کلینش را برای تولد کردن آورده است. می گوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چیکار خواهند کرد. بی‌برقی بر روزگار همه تاثیر میکند. صبحگل 3 روز به این طرف در دگدونی بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت. نه 3 روز 4 روز شد که سوی نداریم، سوی نباشه آب نیست، شرایط مونتری نمیرسه. ساکنان از ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های تابع مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیر دستگاه ها را بهانه می آورند. اما غیرتچو محمودزاده تعمیر دستگاه ها را بهانه می آورند. ببینید ما واقعا این دیوانه ها ده این مریض ها ده من حرف ندارم. زمستان می شود، برف می بارد، بعد خنک می شود، بعد این دیوانه ها می بارد میگم تعمیر میکنیم. ای بزدموسو تعمیر در ماه گرمی میکنن، در تابستان تعمیر میکنن که تا زمستان به این مشکلات دچار نشوند. شما متخصص نیستین، شما کادر نیستین، شما بلیاز خدا شما یکم مسئولیت دارین. چیگونه شما میبروین در یک رسانه میگه که به خاطر تعمیر؟ ای مردکای خوب، او شما معاش میگیرین از بودجه کشور، برای شما پول جدا میشوه. او این گپا معلوم است که دروغ است، این گپا معلوم است که دروغ است، آشکار دروغ است. رحمانوف به افغانستان قوای برق داره میفروشه. افغانستان با حکومت جدید طالبان که طالبه که تا امروز میبروی میگوی حکومت همشغول میخوای مخی، تو دعوا میکنین برای اونها پول داده استی، سویت داده استی کو؟ چی خیل که آخی
در حالته که مردم داخلی خودت بدون قوای برق است، تو میبروی به خارج قوای برق میتی. آخی بر پدر او سیاستمدار لعنت که همین ایده در سرش است. اگر همین حادثه به خدا قسم در کشورهای اروپایی صورت بگیره که کشوری که خودش نان خورده نداشته باشه برای همسایه نان میته، باور که مردم این پاره پاره میکنه او را بره. در بیمارستان قوای برق نیست. این تاریخ. او پدرسگش میگه در فرانسه میرود تاریخ نشون میده. همین فرانسوی اگر همین حالی تو را ببینه که در همون دیدان نانکریزی بخدا در رو توف نکو، در رو یک چیز دیگر میکرد. اگر همین به همین دعوا شما میرین در فرانسه تاریخ نشون میدادین، یک فرانسوی اگر همین حادثه را ببینه که در تاجیکستان یک کشور از به نام تاجیکستان چند تگریگر داره به همسایه کشورها قوای برق میتنه، مردم خودش لک قوای برق نداره. روی شما برای سیاست مدارها سیاد میگه، روی شما برای راه برا سیاد. خدا خواستم این حادثه را بید. اما غیرچو محمودزاده سردار شبکه های برق منطقه کلا به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمی جاری شده است. مرحمت. در عصر 21 پیش روی سول، صبات، تاریخ، اقتصاد، فرهنگ، روتان سیاه، در عصر 21 مردم قوای برق ندارد. این همین حادثه بدون دعوای من، بدون بدن حرکت سیاسی گروه 24، بدون کم کدام یک حزب و حرکتی که اگر کش دعواش دارین نباشه، باید حکومت امروزه به استعفا برود. رحمانوف دیگر صلاحیتی او را نداره. رحمانوف دیگر نمیتواند. در 30 سال برای مردم قوای برق نداده است. در 30 سال 13 سال. همین خودش نشانگری است که مردم در کوچه ها بریزه و بس. با گفته او قرار است قوای برق از ساعت 8 صبح تا 7:30 بیگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی نهیه بود. خب گرفتین، این از رادیو آزادی بود که این مطلب منوار گرفتن.